من هنگام واحدیان فرزند عباس واحدیان فعال صنفی معلمی توی ایران هستم. پدرم 38 روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تا الان ما هیچ اطلاعی از محل نگهداری ایشون نداریم و به هر جایی که مراجعه کردیم، چه دادگاه انقلاب، چه اطلاعات و چه نیروی انتظامی، هیچ کدوم از این ارگان ها مسئولیت انگار که مسئولیت بازداشت پدرم رو بر عهده نگرفتن و ما به شدت نگران جان پدرم هستیم که توی مدتی که بازداشت بودن دو یا سه بار با خانواده من تونستن تماس بگیرن و خودشون هم هیچ اطلاعی از محل نگهداریشون نداشتن. من تنها راهی که به ذهنم رسید کمک گرفتن از پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران هستش که بتونن کمکی بکنن که من بفهمم که پدرم رو چه ارگانی دستگیر کرده و به چه جرمی بوده. ما هیچ اطلاعی نداریم از پدرم و اینکه هیچکی با ما همکاری نمی‌کنه. برای همین از مسئولان و برای همین از شما میخوام که از مسئولان نظام حاکم بر ایران بخواید که پدرم رو آزاد کنن. اون هیچ کاری نکرده و اینکه یک نویسنده بود که توی صنف معلمی فعالیت میکرد و ما حتی علت بازداشت پدرم رو هم نمیدونیم و نمیدونیم که حکومت ایران الان از چه قانونی پیروی میکنه که پدر یک خانواده رو به مدت 38 روز ببرن و هیچ اطلاعی به فرزنداش ندن. خواهر کوچیک من الان به شدت نگرانه و از لحاظ روحی تو وضعیت مناسبی نیست و همینطور برادرم رو که تهدید میکنن که اگر پدرم اعتراف نکنه برادرم رو بیان ببرن و یا حتی موقعی که خونه رو جستجو میکنن برای پیدا کردن تبلت پدرم بردن رو هم تهدید میکردن که اگر بگی تبلت بابات کجاست که هیچی، اگر تبلت رو پیدا نکنیم تو رو هم به خودمون میبریم. میخوام اینجا بهتون بگم که پدر من هر دینی داره، هر عقیده‌ای داره و هر سیاستی داره به خودش مربوطه و من و خواهرم و برادرم تنها خواسته ای که از پارلمان اروپا و گزارشگر سازمان داریم میخوایم کمک میکنن که پدرم رو بتونیم ببینیم، ملاقات داشته باشیم و پدرم آزاد بشه. و اینکه پدر من گم شده. 38 روزه که واقعا گم شده و هیچ اطلاعی از محل نگهداری پدرم نداریم. پدر من نه سیاسی بود نه دنبال آشوب بود. فقط یک فعال صنفی ساده بود. همونطوری که تو سراسر دنیا فعالای صنفی فعالیت میکنن که اگر اونها نباشن در کنار صنفی هم وجود